به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. منابع در ولایت غور میگویند که طالبان در این ولایت تحت نام صدقات مردمی به هدف ساخت بزرگ راه هرات غور از مردم محل پول جمع آوری میکنند. منابع پنجشنبه که سرطان به روزنامه 8 صبح گفتند که افراد طالبان برای بار دوم از خانواده ها در این ولایت به زور تفنگ روند جمع آوری پول را آغاز کردند. یک دکاندار در ولسوالی لعل و سر جنگل غور می گوید که طالبان را مجبور کردند تا برای بار چهارم به هدف ساخت جاده هرات غور پول پرداخت کند. و این می افزاید که جنگجویان طالبان این بار از هر دکاندار مبلغ 500 افغانی یا بیشتر از آن پول گردآوری کردند. در این حال شماری از باشندگان این ولایت که از خشکسالی و نبود کار رنج می برند این کار طالبان را باجگیری و از ظلم آشکار عنوان می کنند. درگیری مرگبار در فرماندهی امنی طالبان در هلمند. به نقل از آماج، منابع میگویند که پس از 6 امروز بر اثر درگیری یک زندانی با جنگجویان طالب در داخل فرماندهی امنی طالبان در هلمند، 2 جنگجوی طالب کشته و 3 جنگجوی دیگر زخمی شدند. بر روایت منابع، این زندانی که برای تحقیقات با عملیات جنایی فرماندهی ولایت هلمند در حال انتقال بود، با گرفتن اسلحه یک طالب با جنگجویان این گروه درگیر شد. منبع می افزاید که فرد شلیک کننده نیز با شلیک طالبان کشته شد. مسئولان محلی طالبان در هلمند تا کنون درباره این رویداد دیدگاهشان را بیان نکردند. یادآوری میکنیم که گروه طالبان پس از معامله پیشیده و پنهانی با طالبان یک بار دیگر بر افغانستان چیره شدند و از آن زمان تا کنون دستورهای فراقانونی زیادی را به اجرا گذاشتند. حزب جنبش ملی و رهبری مارشال دوستم انتقال طالبان پاکستانی و شمال افغانستان را هجوم بیگانگان خواندند. این حزب در اعلامیه تند نوشت که نمیگذارد گورستان شهدا، اماکن مقدس و ارزش‌های ملی افغانستان زیر پای تجاوزگران لگدمال شود. این حزب در اعلامیه چهارشنبه 31 جوزا تأکید کرده که با هماهنگی دیگر احزاب سیاسی به دنبال راه حل سیاسی برای پایان اشغال افغانستان است. این حزب که رهبران آن عمدتاً در بیرون کشور هستند، توافق طالبان با دولت پاکستان برای انتقال شهروندان پاکستانی عضو تحریک طالبان پاکستان و شمال افغانستان را تعهد ننگین برای اشغال افغانستان دانسته است. جنبش ملی اسلامی در اعلامیه خود افزوده است که این حزب نسبت به هجوم بیگانگان و خاک افغانستان بی تفاوت ننشسته و برای جلوگیری آن تلاش همه جانبه می کند. این حزب تأکید کرده است که برای دفاع از تمامیت ارضی افغانستان قاطعانه به پا ایستاده است و تا مرحله توقف این پدیده ننگین مردم افغانستان را تنها نمی گذارد. این حزب به رهبری عبدالرشید دوستم معاون پیشین رئیس جمهور افغانستان اعلام کرده است که در کنار سایر اعضا و جناح‌های عضو شورای عالی مقامت ملی برای نجات افغانستان از راه سیاسی به حل این مسئله خواهد پرداخت. جنبش ملی افغانستان به رهبری مارشال دوستم همچنین طالبان را عامل فروپاشی اقتصادی، فقر، بیکاری، تقابل با همسایه‌ها و رشد افراط‌گرایی دانسته است. در اعلامیه این حزب از تعامل همسایگان و جامعه بین الملل با طالبان انتقاد کرده و گفته که این جفای بزرگ به سرنوشت مردم افغانستان است. این حزب در اعلامیه خود افزوده که این تعامل سیاسی نیست، بلکه امضای یک تعهد ننگین دیگر برای اشغال و تجاوز بیگانگان به افغانستان است. پیشتر ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان تایید کرده است که قرار شده اعضای تحریک طالبان پاکستان و شمال افغانستان منتقل شوند. همچنین شماری از منابع معتبر در درون حکومت طالبان به افغانستان انترنشنال گفتند که این توافق میان طالبان و سازمان استخبارات نظامی پاکستان یا ISI حاصل شده است. حزب جمعیت اسلامی افغانستان در اعلامیه گفت که دستبرد مغرضانه به ترکیب جمعیتی کشور پیامدهای خطرناکی برای افغانستان و منطقه دارد. در اعلامیه این حزب آمده است که این اقدام طالبان منازع افغانستان را وارد مرحله تازه خواهد ساخت. حزب جمعیت از موضع وزیران خارجه سازمان پیمان امنیت جمعی که خواهان توقف جابجایی های قومی در نقاط افغانستان شدند استقبال کرد. وزارت خارجه روسیه، تاجکستان، قرقزستان، قزاقستان، بلاروس و ارمنستان 30 جوزا در بیانیه مشترک تاکید کردند که خوان احترام به حقوق اساسی هم اقوام افغانستان هستند.
از به جمعیت این موضع‌گیری را نشانه درک بهتر ماهیت سیاست‌ها و تفکر گروه طالبان از سوی کشورهای همسایه و هم منطقه دانسته است. در حالی که گزارش‌ها که از آغاز روند انتقال اعضای تحریک طالبان پاکستان و شمال افغانستان از جبهه مقاومت ملی روز چهارشنبه درباره پیامدهای منفی این اقدام بر امنیت منطقه به ویژه کشورهای آسیای میانه هشدار داد، علی میثم نظری مسئول روابط استراتژیک جبهه مقاومت ملی در توییت انتقال اعضای تحریک طالبان پاکستان به استان تخار در شمال شرق افغانستان را خطر جدی برای امنیت کشور تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی توصیف کرد و نوشت استقرار شمار گسترده اسرار رسای تحریک طالبان پاکستان در امتداد مرز تاجیکستان در استان تخار تحول نگران کننده و مستلزم توجه جهانی است. جبهه مقاومت ملی که پیش از این نیز درباره تلاش طالبان برای حذف قوم بومی ساکن مناطق شمالی افغانستان هشدار داده بود، در این بیانیه افزود تروریست‌های طالبان که به پاکسازی قومی در این مناطق شهرت دارند، اکنون برای امنیت تمامیت ارضی و حاکمیت تاجیکستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی تهدید مستقیم به شمار می‌روند. و در پایان، رسانه‌های غربی گزارش دادند که در پی وقوع یک انفجار قدرتمند در شهر پاریس پایتخت فرانسه دست کم 37 تن زخمی شدند. خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع خود گزارش داده است که این انفجار چهارشنبه در اثر نشست گاز رخ داده است. وضعیت 4 تن از زخمی‌های این رویداد وخیم گزارش شده. از دادستان‌ها گفتند که تحقیقات در مورد نوعیت و چگونگی این انفجار را آغاز کردند. جیرالد دارمنین وزیر داخلی فرانسه گفته است که در این انفجار 2 تن تا هنوز در زیر آوار ناپدید هستند. یک ساختمان در یک شهرک تاریخی پاریس نیز پس از انفجار فرو ریخته است. حدود 70 موتر آتش نشانی و 270 کارمند آتش نشان مصروف خاموش کردن آتش سوزی بودند. به گفته گواهان شیشه های ساختمان ها در 400 متری محل رویداد در پی شدت این انفجار شکستند. مقام ها در فرانسه این انفجار را کم پیشینه عنوان کردند. تشکر از توجهتان، تا درود دیگر و درود.